حالا من پیشنهادم به جمهوری اسلامی به این، حالا میدونم بی فاید است ولی میگم، حالا شاید یکشون اینجا باشه عقل داشته باشه، عقل که نه تفکر کنه، اون عقل اون چیز اسلامیشو کاری نره. ببین بهترین راه که هست جلوی پایین ها از چی میگن، میگفتن از خر شیطان، من میگم از خر خدا، از خر خدا پیاده شن برن کنار. یک بارم که شده ما در تاریخمون یک چی میگن انتقال قدرت مسالمت آمیز داشته باشیم، حالا تا اینجاش هم این همه تلفات دادیم خیلی هست، بهترین گزینه اینه، بهترین گزینه اینه. ولی خب میدونیم با چه فرقه ای طرف هستیم، بمیرم میرم بهش، بکشم میرم بهش، فکر میکنن بازی دو سر بردن، چی میگن بازی دو سر برد دارن این با اون توهم بهشت و جهنم و اینجور چیزا که دارن. بهترین گزینه این هست که از قدرت کنارگیری کنن، ولی خب اگر پافشاری کنن تمام مسئولیتش به پای به عهده این نظام خواهد. ببین الان خیلی از براندازا خب مطمئنن که این جمهوری اسلامی قراره سقوط بکنه. خب پس اینا الان چیزه، تصمیمشون گرفتن به نظر خودشون داره. خب ما کسایی رو که میخوایم احتمال بدن که این نظام سقوط میکنه طرفداران نظام هم. خب شما هر چقدر مطمئن بشین که این نظام قرار سقوط بکنه، تا وقتی که شک تو دل بسیاری از طرفداران نظام نیفته، این تفرقه داخلی اتفاق به اندازه کافی اتفاق نمیفته که باعث بشه که اینا بیفتن علی جون خودشون و در نهایت باعث اون روش براندازی که من اول اتاق گفتم بیفته. خب من اینکه بالاخره از لحاظ اسلحه سه تا گزینه داریم، یا نیروی خارجی، یا اسلحه میفته دست مردم، یا اینا خودشون میفتن به جون هم دیگه، که اون گزینه سوم از همه گزینه ها به نظر من بهتره که قبلا هم توضیح دادیم چرا. خب برای اینکه این اتفاق بیفته اینا باید بیفته. ببین شما همین اتفاقی که افتاد بعد از مهسا امینی، خیلی از کسایی که مردم انتظارش رو نداشتن اومدن گفتن که ما طرفدار مردمی، ما سلبریتی ها اومدن، حتی بعضی از آدمایی که گزینه سوم چی بود شما صحبت کردید، دخالت کشورهای خارجی گفتی؟ نه اولیش خارجی، دومیش اسلحه مردم اسلحه به دست میشن یه جوری، سومیش اینه که خودشون میافتن به جون خودشون، یعنی ارتش. خب سه تا گزینه اسلحه این، خب یعنی کسایی که دسترسی به اسلحه دارن سه تا گزینه‌ش. حالا من میگم گزینه سوم از همه گزینه‌ها به نظر من بهتره. خب خریش کمتره، نتیجهش بهتره، احتمالش هم به نظر من از بقیه گزینه‌ها بیشتره. خب به طور زیاد مردم ممکن یه مقدار اسلحه دستشون بیاد، ولی به طور بررسی ممکن نباشه که بتونه این نظام رو از پا در بیاره. خب گزینه سوم از همش بهتره، و این اتفاق موقعی میفته که اینها بینشون الانم دیدیم که بینشون تفرقه اتفاق افتاده، یعنی خودشون با خودشون درگیر شدن، نمیدونم اتاقاشون رو میرید یا نمیرید. خب یعنی اینقدر من بسیجی علیه بسیجی تا حالا تو عمرم ندیده بودم. خب بعضی موقع دیده بودم مثلا اینا می اومدن میگفتن که چه میدونم این کارمون درست نیست، بهتره این کارو نکنیم یه ذره. خب ولی الان افتادن یعنی واقعا علیه، یعنی ایدئولوژیکلی الان واقعا تفرقه بینشون است به شکلی که تا حالا من ندیده بودم. خب این عالیه، چون این تنها راه سقوط از درون همینه. خب شما اگه بخواین این اتفاق بیفته، این باید اتفاقات مثل مهسا امینی بیشتر بیفته که ما نمیخوام بیفته، برای همین شما خودتون انجام میدین بهتره. خب ولی من چیزی که داشتم میگفتم اینه که ببین فرض کن سلبریتی ها رو که دیدین که چقدر اونایی که انتظار نداشتیم الان اومدن گفتن طرف مردم رو گرفتن، و حتی بسیاری از آدمایی که تو خود نظامم حتی دارن کار میکنن، یکی مثلا کسایی که برای ارتش کار میکردن تو سپاه هستن، یه حرفایی زدن که مثلا به نظر میرسید جدیده و انقدر ما انتظار نداشتیم همین چرا دارم این چیزا رو بگم. خب برای اینکه بعضیشون ممکنه دلشون برای مردم واقعا سوخته بشه، ولی خیلی هاشون هم دارن منافعشون رو در نظر میگیرن، یعنی دیدن که مثلا مردم اومدن خیابون یه دفعه هیجانی شد، با خودشون فکر کردن ای ممکنه واقعا این نظام بیفته ها، یعنی من جایگاهمو مثلا دست ندم یه موقعی، یعنی خطرناک نشه برای من. خب یعنی که چیکار کنم الان، زوده برم طرف مردم، دیر برم طرف مردم، یه ذره بیشتر صبر کنم؟ همین که یه ذره شک برای بعضیشون ایجاد شد معنیش اینه که میشه با فشار بیشتر شک و بیشتر، یعنی حتی بعضی از اینایی که
مثلا واقعا برای جمهوری اسلامی میتونن خون بدن، میخوان خون بدن، اگه حرفاشون رو گوش بکنین تو اتاقای تو کلاپاس و جای دیگه، بعضیشون واقعا نگرانن، بعضیشون میگن نه امکان نداره جمهوری اسلامی سقوط بکنه، و حتی همین نگرانی باعث میشه که تفرقه بینشون بیاد. برای همین اگه مثلا با حضور مردم تو خیابون انقدر نگرانش بعضیشون تونستن یه مقدار شک بکنن یا نگران بشن، تسخیر یک نهادی مثل صدا و سیما یا یک نهاد دیگه ای حتی برای نیم ساعت، حتی برای 10 دقیقه، حتی اقدامش، خب یک تبلیغی هست برای جامعه، برای که یک درصد بیشتری رو از مردم باور بکنن که ممکنه این نظام سقوط بکنه. من شماهایی که مطمئن هستین که این نظام سقوط میکنه رو نمیگنم، شما که تصمیم خودتون گرفتید، اونایی که فکر میکنن که نه بالاخره اینم یه تظاهراتیه، مثلا تظاهرات بعدی یه مقدار فشار میاد و اینترنتمون قطع میشه، یه دو سه هفته صبر بکنیم دوباره برمیگرده به دفعه قبل، اگه یه تسخیر اتفاق بیفته، یک درصد بیشتری از این آدمایی که همچین تصوری دارن فکر میکنن که اوف به نظر الان اوش نشه یه افه برای فردو برن مثلا چند نهاد دیگه هم مثلا تسخیر بکنن. یعنی به نظر میرسه که داریم مرحله جدید میشیم، داریم وارد یک مرحله جدید میشیم. این حرفیه که میخواهید بیشتر مردم ایران تو ذهن خودشون بذارن، حتی بخش یعنی قشر خاکستری و قشر طرف نظام، کسایی که برانداز نیستن، تصور بکنن که وارد مرحله جدید میشیم، این به نفع برانداز خواهد شد. این تصور